پسر مماره این، پسر گنده مماره این. ویسا سر دارم تلایی، پسر دارم هلایی، شکلم مچانه قنبله، مست تلایی چوچوی. بیا بقلم مامان جون، بیا بقلم پسرم. سلام فلفلم سلام کرد. گرسنته؟ سلام علیکم. موهاشو عطفه دیدی؟ موهاشو نوکرم ساشو بینه بزنم به شارژ قبل از اینکه دیر بشه. موهامه میبینی که قشنگه؟ یه دلم میگه نگردار، یه دلم میگه برو بازش کن، یه دلم میگه اصلا این مدلی زندگی کن دیگه. بذاریم بچه ها لسل دوربین تمیز کنم. ولی آره احساس میکنم که اینم خیلی داره به هم میاد. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندون. فلفل بیا، بیا برقصیم. بیا ماما، غذا که داری الان. این تو این چیه ها؟ این چیه؟ هم دورنگه. بازش نکنم؟ باشه. سلام به روی ماهتون، به چشمای سیاهتون. حالتین چطوره؟ بچه ها ظرفا زیاده و من حوصله نداره. متوجه عرضم هستین؟ ظرفا خیلی زیاده، چیکار کنیم؟ چرا آخه من باید ظرف بشورم این همه بعد از یک روز کاری؟ چرا عاقل کند کاری که بازارت به کنعان غم مخور؟ شما چطورین؟ روزتون چطور پیش رفته؟ کار کردین امروز؟ اصلا این همه من کار میکنم، شما شلواری که خریدی رو ببینم. از کجا فهمیدی شلواری که من خریدم؟ آها گفتم دیروز تو لایف. ببین لا 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 لا. از ایناست، از ایناست. خیلی از اینا دوست داشتم، بالاخره خوبش رو پیدا کردم. تعطیل بودین ایران هم که همینجوری تقی به توقی. تعطیل تعطیل همش تعطیل، کارم میکنید. دیدی امروز روزمون همش بیکاری بود. ای بابا چه شما خوشبختین که همینطوری بیکار بیکار بیکار. همین الان پیش پای شما داشتم با دوستم تلفنی صحبت کردم، رفته ایران، بعد میگفته شیرین ایران همه همینطوری رستوران رستوران خرج خرج خرج، اصلا کرکو پرش ریخته بود. بیا میگه پس فردا هم تعطیله. تو داغان با سر رو گردن رفتم تو چارچوب در و از گردن در دارم جهان رو ودا میکنم. دور از جونت، چرا رفتی تو چارچوب در؟ باشه بهار جون، میذارم رو یوتیوب دیگه، همیشه میذارم رو یوتیوب، شما لازم نیست هر دفعه به هم بگی، نگران نباشین. آره بعد این دوستم میگفتش جاهای مختلف، مثلا فقط هم تهران نبوده، میگفت دسفول اینا مثلا رفتن. و تعریف میکرد میگفتش لاکشی، خیلی لاکشری و سکسی همه همینطوری. در میگفت مثلا ما اینجا عادت داریم، حالا نه فقط به خاطر مثلا پول پس انداز کردن و سیف کردن، مثلا به خاطر مصرف نکردن زیادی و اینا مثلا غذا شیر میکنیم و اینا. میگفت اونجا همینطور همه اوردر میدادن. بعد من از اون طرف میگم پس چرا به من میگین قیمتهای من گرونه؟
دقیقاً مژگان بیاد میگه اینجا میگن پول نیست ولی همه در حال رستوران گردی و خریدن. همین دیگه، من مسئله‌ام همینه دیگه. بعد شما میگین چرا حالم بده؟ به خاطر اینکه مصرف گراییتون رو باید کم کنید، اون پولایی که خرج این اتینا رو کنید و روی ذهن زیباتون، روی این مغز قشنگتون سرمایه گذاری کنید. مامان جونا متوجه عرایز بنده هستید؟ نیستین دیگه، نیستین. اگه بودین که الان بچه ها این نقشه جغرافیاست بچه ها، این گربه ایران ماست. آقا فردا تعطیل اعلام شد، خدا رو شکر، خدا رو شکر. از سفر برگشتی با اجازتون؟ وای افتادم تو دام عاشقی، نفهمیدم با یک نگاه رازقی، نفهمیدم. بچه ها میخوام بهتون یک چیزی بگم، یه خبری. بالاخره من I took action on something که I am very scared. روی یک موضوعی که خیلی راجبش ترس ندارم ولی ریلاکتنتم، یعنی Oh my god I'm so courageous. ریلاکتنت میشه چی؟ دلم نمیخوادم. نه سبا یعنی یه ادورتی اومد، نمیدونم این فکرم رو خونده بود چی، خیلی عجیبه بچه. من این موضوع رو تا حالا دهنم بیرون نیاوردم، از کلم یعنی بیرون نیاوردم، و در همین یک هفته اخیر، مرسی علیرضا، بی میلم فقط بهش فکر کردم برای اولین بار. خب برای بذار پنجره بکنم دارم گرم و خفه میشه. برای اولین بار بهش فکر کردم امروز، داشت اومدم یک ویدئوی روی یوتیوب نگاه کنم، ادورت اومد لیزر چشم. بعد نوشته بود اگر اصلا چیز اینا توش بر منطقه ما بود، یه کلینیک ادورت داده بود برای لیزر چشم. زدم یه وقت بوک کردم، وقت مشاوره برای چهارشنبه که آره که چیز کنم، که برم ببینم چیه. I'm just going to explore. Okay الان فکر نکنین الان من رفتم لیزر کردم و اینا، تو رو خدا فکر نکنید. پسر دارم طلایی بیرون نشسته منتظر موش. تا حالا فلفل اسهال شده؟ نمیدونم، چون فلفل بیرون میره بیزنسش رو انجام میده. بذار اینک بذارم، نمیفهمم چی میگین شماها. میبینی مادر؟ مگه شماره چشتون بالاست؟ نه شماره چشمم بالا نیست ولی دیدم خیلی ضعیفه سبا جون. اصلا عجیبه، هرس میخورم ها. هر دفعه میرم چشم پزشکی میگم که آقا آبجی ضعیفه، من واقعا اصلا برام به خیلی هم اذیت میشم. مثلا ما همین فرودگاه که بودیم، این برد دم گیت که نشسته بودیم، این برد رو گذاشته بودن. حالا من چرا ظرفا رو شروع نمیکنم شستن؟ بعد موقع ظرف شستن حرف کم میاد. دست سرم رو دارم مرتب میکنم. الان میام وایسا. چیزه بوردی که روش انانس میکنن که دم گیته، که بزرگ دروش مینویسه پرواز شماره چند به کجا الان گیت بازه یا نه، رو اینجوری میدیدم. ببین میگه من آستیگماتم، من راحت شدم. آره منم حتما آستیگماتم که اینجوریه دیگه، اگر نه شماره چشم نیم و 75. مگه میشه انقدر آدم نتونه ببینه؟ بله بچه ها دارن ابراز علاقه به موهای من میکنن. چی گفتی؟
بذار ببینم چی گفت. خیلی عالیه، منم بهش فکر کردم، ولی باید چند روز درگیرش باشی. عملش یک دقیقه. خوب دیگه آرش شیوا دیگه، هر چیزی بچه از این یه درس میگیریم، هر چیزی بالاخره یک پروسه‌ای داره، یک دور چی کم چیزی نیست. چشتو بخوای لیزی کنی دیگه، نه برو انجام بده، تجربه است. تجربه چی؟ تجربه انه الان من برم لیزی کنم کور بشم چی؟ نه قبلا میگفتن اگه چشت آستیگماته نمیتونی لیزی کنی، الان علم پیشرفت کرده ظاهرا میتونی. به منم هیچ وقت دکتر مکتورا نگفتن چشت آستیگماته، من خودم تشخیص میدم از اونجایی که خون پاک غلیظ آریایی توی رگهای من هم در جریانه، من خودم تشخیص میدم. ماندانا میگه من انجام دادم راحت شد. آره میدونم، خیلی دور و برم لیزر کردن خوب شدن. رنگ قرمز شربی خیلی بد میاد، مرسی پرنیان جون. آره دیگه من خودم دکترم. دیگه خلاصه حالا بریم چهارشنبه وقت مشاوره داده بهم. برم ببینم چی. یه ذره بعد ببینم چنده. گرون باید باشه حتما. بچه های انگلیس یه نرخ بدین ببینم، یه سرچ بزنین، من الان دستم بنده. وای دیدی موهامو اینجوری پرش میکردم. یه نرخ بدین ببینم ریزی که چشم چنده، چطوری موهات زود بلند شد. آها دررررم جادو و جنبل، ولی بعدش چشم دائما خشک میشه. خب باید اشک مصنوعی بریزی تو چشت تا خشکیش درست شه. ظرفارم ببینیم میشورم ببینیم به چرخونم شما. خلاصه این از این. خلاصه نه یعنی به من بگین پول نیست فلان اینا، یه ذره کمتر برین چلو کباب تو رستوران بخورین، پول هست. شما مظلوم گیر آوردین، ما نمیاییم، نمیتونیم بیاییم ایران، شما ما رو گول میدین. نه ولی میدونم که حالا خیلی هم دبی هر چش 1700 درهم تقسیم میشه چند؟ 1700 درهم یکی، لطفا اینو تقسیم 1700 تقسیم بر 5، 1000 تقسیم بر 5 میشه. نه بابا 200 پوند هر چش خوبه. خوبه. پا برم ها، من میگم رو چند هزار تا میخواد بشه. من بعد از 12 سال که از عملم گذشته تازه چشام در حد نیم نمره ضعیف شده، یکی از بهترین کارهایی بود که انجام دادم. وای خدایا چقدر خوب. پس میرم، پس رفتم شینجوجی شب تو مهمونی دوستام یه هایی بالا آوردم جلوی همه، نه نتونستم کنترل کنم، از بس بسیار غمگینم از قضاوت هایی که حتما شدم. خب ببین تو الان بسیار غمگینی از قضاوت هایی که حتما شدی، تو که نمیدونی قضاوت شدی و خودت داری. حالا تو یه لحظه بیا تصور کن توی مهمونی باشی، یکی از دوستات حالش بد بشه بالا بیاره، تو چه قضاوتیش میکنی؟ آیا قضاوتش میکنی؟ یا باهاش همدردی میکنی؟ پس خودت، ذهن توه که داره خودت به خودت آسیب میزنه، ذهن بخش خرابکاران ذهنته. پس یه ذره با خودت مهربون باش مامان جان، هیچ کی آدم رو واسه یه استفراغ قضاوت نمیکنه. قضاوت هم بکنه دایورت کن به یه ورز، میگذره، همه آدم ها یادشون میره مامان جان. تو اگه خودتو نکوبی له نکنی، بقیه به اندازه که تو خودتو میکوبی نمیکوبن، متوجهی؟ آفرین. هلیا میگه بالا آوردن چیز بدی نیست، هر آدمی بالا میاره. حالا بد شده دیگه عزیزم، نکنی قرار با خود. آره مشکن جون میتونم درک کنم منظورت چیه.
برای بچه هایی که روی یوتیوب دارید میبینین که به کانال من هم سابسکرایب دارید میکنید، خیلی دوستتون دارم، لایک میکنید، کامنت هم میذارید، مشکا نوشته اونایی که خیلی پول دارن واسه بالا بردن شعورشون خرج نمیکنن، اونایی که اقتصادی زندگی میکنن پول کم بیارن. آره اگه بخوایم کلی بگیم اینجوریه. ولی خب خیلی هم پولدار زیاد نیستن ولی میتونن سرمایه گذاری کنن روی سلامت روانشون، منتها کم کم داره الان جا میفته که چقدر مهمه، چقدر خوبه، چقدر میشه بهتون کمک کنیم ما و همه اینها. حالا ایشالله تا ما زنده باشیم. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. سلام به روی ماهتون، به چشمای سیاهتون. بچه ها یکی به چارلی تکست بده ببینیم شب میاد خونه یا نه. اگه نمیاد خونه که برنامه پیتزا. سه تا سینه مرغ توی یخچال دارم، فریز نکردم دیروز که رفتم خرید. در سریال یه لحظه، در سریال فامیلی گای لیزی که استریوتایپ شده عملی که هم اهمیت هستش ولی جوری تعریفش میکنن که انگار پیوند کرده. فامیلی گای خیلی باله. چیزه میشه راجع به غربت حرف بزنی یک بار؟ غزل شهرزاد جون تو یکم به من کانتکست بده تا من راجع بهش حرف بزنم. یه سری موضوعا هستن که من روش نظری به صورت اتوماتیک ندارم ولی اگر با من کمی حرف بزنید میتونم باهاتون گفتگو کنم. یعنی مثلا الان راجع به غربت تو چی تو ذهنت هست راجع به غربت که دوست داری من راجع بهش حرف بزنم؟ غربت یعنی چی؟ فریبا جون میگه کمکات رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. قربونم عزیزم، خوشحالم که تونستم کمکت کنم. فهیتا درست کنم؟ نه دیگه، دیشب فریبا جون فهیتا درست کردیم. حالا این سه تا سینه مرغو من داشتم فهم کردم مثلا چه میدونم بذارم توی قابلمه باز پیاز و همینطوری بپزه خورش مرغ درست کنم، ولی من انقدر از سینه مرغ تو حالت خورش مرغ بدم میاد، خشک ناست، ریش ریشیه. غربت یه دیوار بین تو و دستام. شبیه آمریکایی شدی با این موها. دوست پسرم اومده بود پیج من رو جر داد، هرچی دلش خواست با دوست دخترش میگه ولی تو رو چیز میکنه. خب من میگم دوست پسر رو از همین الان بذار کنار. اگر پارتنر گیر دارین بذارید کنار. اون پارتنر اول باید بره روی تراست ایشوهای خودش کار کنه. والا من یه دوست پسری داشتم، ایران بودم، دو سال باهاش دوست بودم، هر همه این دو سال خونه من رو تو شیشه میکرد، همه شک. بعد من مثلا من یه دختر عادی بودم که اجتماعی بودم و با دوستای دانشگاه اینا فلان اینا، این ما میرفتیم مهمونی مثلا دوستامو میدیدن سلام چطوری روبوسی و اینا، مهمونی به من زهر میکرد که تو با این پسره بودی مثلا، تو فلانه، چرا اونجوری نگاش کردی، چرا اینجوری باش حرف زدی. منم اون موقع یک دختر ساده ناآگاه بودم که فکر میکردم که باید هر کی هر روزی گاز میزنه به خودم بگیرم و اعتماد به نفس و عزت به نفس کافی نداشتم، میافتادم به قسم و آیه که نه به خدا چیزی نیست، باید همونجا با پشت دست میدادم تو دهنش، میگفتم نمیخوای نخوا، همینه که هست، گوز تو دهن. دو سال جیگر ما رو کباب کرد این آدم، آخرش هم خودش دستاش قرمز بود. میدونی الان اینجور روابط گیر کمه؟ چه خوب. بذار من یه لحظه استایل موهامو درست کنم. این میاد توی والا من الان همون اول، حالا الان که خدا شکر دیگه
از این مرحله شخمی اول آشنایی و اینا گذشته، ولی الان اگر من دوباره بخوام مثلا با یه آدم جدید آشنا شم احتمالا خیلی سخته، به خاطر اینکه به هر گوزی که از دهنش آدم میاد بیرون نباید بها داد، که باید شما با مرزگذاری، با صحبت، نه با حالا دعوا و اینا، ولی با آگاه کردن اون فرد، با به چالش کشیدن فکرها و ارزشهای اون فرد، با به دست آوردن اعتمادش، نه محدود کردن خودتون و حق مسلم خودتون رو از خودتون گرفتن ها، اما با نشان دادن عشق به اون طرف اگر ارزشش رو داره، بهش بگین بابا دوست عزیز، دو روز ما میخوایم با هم دور هم تو این دنیا زندگی کنیم، عمری با هم داشته باشیم، بیا با هم تیم باشیم، این مسخره بازی ها نکنیم. ولی خب میدونم و میدونیم که متاسفانه به دلایل خیلی زیادی که مملکت ما در قرون اخیر دوچارش بوده، هم اعتماد از بین رفته، هم حوالیت زیاده، هم محدودیت زیاده. سینه مرغ بپز، ریش ریش کن، با برنج و زرشک و زعفرون قاطی کن، تهچین طور تنبلانه. نه بابا، حالا ما زرشک نداریم، اشکالی داره؟ سینه مرغ رو بپزم، ریش ریش کنم، با برنج و زعفرون قاطیش کنم، تهچینش کنم، اگه بد شد چی؟ اگه نرم، اگه شفت شد و نپخت چی؟ وای دلم خواست. مرغ، سیره مرغ چرخ کن، کوبیده مرغ، کباب ماهی، سالاد سزار. خب برای اینو باید برم خرید. اولا من ماشین چرخ کن چی اسمش بود؟ گوشت چرخ کن بود؟ آره گوشت چرخ کن، چرخ گوشت، آه چرخ گوش ندارم. وایا تحجین چطور تنبلانه رو خوب اومدی. یادتونه چرخ گوش داشتیم تبلیغ میکرد، میگفتش به بچه هاتون بگین دستشون رو نکنن، چی چیزه سمی بود ما میدیدیم، تراما بود قشنگ ها. با سینه مرغ بهترین چیز میتونه تحجین باشه، مقاومت نکن. آره تحجین درست کنم ها. با مردی که خیانت میکنه چیکار کنم؟ خب مریم جون میخوام بهت سه سوت جواب بدم، یعنی جواب زرد میخوام بهت بدم، خب چون این چیزا اینقدر راحت نمیشه واسش جواب بده کرد و اینا. حالا داستان اینه که بذار خیلی سری میخوام بهت بگم جواب سرپایی. خب اگر موندی با این آدم، یه چیزی بهت داره داده میشه، تو داری یه چیزی تو این رابطه دریافت میکنی، حالا اون چیزه الان اون چیزه رو از تو بگیرن چقدر برات پیامد داره و خسارت میده. اگر خیلی نیست بیا بیرون از اون رابطه، اگر خیلیه پس برات یه منفعتی داره که تو اون رابطه ای، پس دیگه اینجوری میدونی؟ یا مثلا میگی مثلا وای نه حسنم طلاق سخته، یا مثلا مسائل مالی اینا، خب دیگه پس داری در ازاش راحتی رو دریافت میکنی، راحتیه یعنی اینکه درد سر طلاق گرفتن رو بس دیگه داره. این کفه ترازوه، به زندگی کفه ترازوه مامان جان، ببین کدوم سنگین تره، هر کدوم سنگین تره تو یعنی تو اونجایی، دلت میخواد اونجا باشی. شیرین گفتم دلم گرفته چیکار کنم؟ لایو شیرین رو نگاه کن. اینم مدرک فهیتای دیشب، چیکن استروگانوف درست کنم. ببینید به قول امپراتور کوزکو، ببینید من الان چیا دارم، موادی که دارم، پاستا هم خوب میشه، راست میگی موجشگان، این آسونه. بذاری من موادم رو بگم. من سینه مرغ دارم، فلفل دلمه دارم، پنیر چدار دارم، چداره؟ مچور، آره، ادویه مدویه دارم، روب و اینا دارم،
اصلا خامه ندارم برای استروگانوف. آفرین هرمیونی خوب نوشته. باید پایه های استقلال رو محکم کنی، مثلا اگر دلیل موندن توی رابطه ساپورت مالی همسرته، میتونی برای خودت یه ددلاین بذاری، از نظر مادی مستقل بشی، بعد بیای بیرون. اینو باید برنامه ریزی کرد. غزل جون، غزل شهرزاد جون که مشاوره میخواین از من، به واتساپ پیام بدین یا ادمینم یا خودم باهاتون صحبت میکنیم، وقت میگیرین برای مشاوره. مرغ ریش ریش کن با زعفران زیاد با سبزیجات و پنیر، ساندویچش خوشمزه میشه. آره اینم میشه دیگه، میشه همون فاهیتا. مواد لازمم ناقصه ولی آره روزان لوازم، مواد لازمم واسه پاستا خوب، پاستا خوبش نگه، اون پاستا رو هر چیزی چیز کنی میشه درست کنی. چی گفتم؟ حالا بذاریم ببینیم اگه شارلی امشب نیاد که حله، نه که آقامون بد قضاست. تمام مواد رو داری خامه نست. برای چی؟ برای بیف استراگانو؟ تازه برنامه تونو میبینم ولی واقعا جدی میگم زندگی برام سخته. زندگی برای همه سخته عزیز دلم. هر کی بهت گفته زندگی قرار آسون باشه دروغ محض گفت. زندگی برای همه سخته. تو باید یاد بگیری که از بین این جنگل ترسناک سخت بالا پایینیه زندگی چجوری اینطوری مثل یک خرگوش چست و چابک بری جلو. همین. حالا فقط تو باید یاد بگیری چیل باشی، ریلکس. نه به جایی قراره برسیم بچه ها، نه قراره قلهی رو فتح کنیم، هیچی به هیچی. همین اکنون را دریاب، شکرگزار داشته هاتون باشین، شکرگزار و قدردان سلامتیتون باشین. مسابقه در کار نیست. یاد بگیرین چجوری با خودتون حرف میزنید. این مکالمه های درونی و ذهنی شماست که داره همه کارا، همه زندگی رو به حال شما تلخ میکنه. دقیقا همش آخرش همه هم میبینیم. واقعا میگم اون روز و کنیا که بودیم من داشتم دقیقا به همین فکر میکردم. آخه داشتم به فقری که این مردم این کشور توش بودن و اینا فکر میکردم و به این همه این دیکتاتورها و دولت مردان فاسدی که دو روز زندگی رو به کام ملت زهر میکنن فکر میکردم. داشتم میگردم آقا اینا دارن چی کار میکنن، هر گوزی که دارن گاز میزنن به خاطر اینه که چی 4 روز بیشتر زندگی بکنن. مثلا الان دارن مثلا آدم خوب خوب خوبش رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا به یه ور که دیکتاتورا چیکار دارن میکنن. ایلان ماسک، الان ایلان ماسک اینقدر داره خودش رو جر میده که زندگی روی ماه رو بخواد مثلا فلان کنه. حالا فرضم گرفتیم ما رفتیم رو ماه، 2 روز بعدش قراره بمیریم. این 2 روز سباه زندگی رو چرا اینقدر استرس بدیم؟ چرا این همین پولایی که میذاره واسه سفر به ماه و زندگی تو ماه رو بیاد روی تو کنیا پخش کنه؟ دیگه اینقدر مردمش بدبخت نیستن؟ دیگه لازم نیست دختراشون رو بفروشن به ایتالیایی برای اینکه 4 تا سیب زمینی بخوره اون دختره، اون مردی که ایتالیایی پیر خرفت بخواد نمیدونم حشریتش رو بر بشریتش ترجیح بده. میدونی منظورم چیه؟ What the actual fuzz واقعا. اینقدر ما خودمون رو واسه این زندگی، زندگی همینه. الان ما با هم داریم حرف میزنیم. یه نگاه به سقف کن. رو خدای شکرت که این سقف بالا سر منه. یه نگاه به این گوشیت بکن. تو اینترنت داری از اون ور دنیا تا این ور دنیا داریم با هم حرف میزنیم، دلامون به هم وصله. یادتون بیارین بچه کسایی که چه میدونم از من بزرگتر هستن میدونن که تلفونم نبوده تا یه موقعی ملت بچه هاشون مهاجرت میکردن سال به سال از هم خبر نداشتن.
الان ره بره من و مامانم و بابام و همه فک و فامیل با هم سری میتونیم از حال هم خبردار بشیم. این جای شکرگزاری نداره. این که تو هر جای دنیا باشی بازم تنها نیستی. تنهایی حسای بد 95%ش عاملش خودمونیم. این مکالمه ایه که توی ذهن شما داره اتفاق میفته. با خودتون چجوری دارین حرف بزنید؟ الان من یه ذره گوشه گلوم داره میخاره، اذیتم. شکرگزار این باش که گلود داره نمیخاره. ببین چقدر قشنگ میتونی نفس بکشی، شکرگزارش باش. ببین چقدر خوبه. حالا یه دقیقه یه ماشین از کنارمون رد بشه، چون تا دود بیاد ما نمیتونیم درست نفس بکشیم. چقدر خوبه داری اینقدر خوب راحت نفس میکشی. به کجا شنین شتابان؟ شیرین از فالوئر پرسید. دقیقا الهام، هرچی از دهنمون در میاد به خودمون میگیم. خب نباید بگیم دیگه. یه ذره ببین، تو میخوای حالت خوب بشه قربونت برم، باید کارایی که به حال خوب کمک میکنم بیشتر کنی، نه اینکه فقط بهش فکر کنی، باید انجامش بدی. حوصله نداری؟ باید انجامش بدی. جواب نمیده؟ ادامه بده. فکرای شما میشه حرفای شما، حرفای شما میشه احساسات شما، احساسات شما میشه رفتار شما، رفتار شما میشه عادت شما، عادت شما میشه چی؟ هویت شما. پس ببینید شما چی دارید هویت خودتون رو میسازید. قربونت میترا جون، میگه چقدر حضور تو حرفات الان نیاز داشتم عزیز و دلمی. من به شما، من شاکر شما هستم، من قدردان شما هستم. شما قبیله منی، شما آدمای منی. من بدون شما الان اینجا حوصله‌ام سر میرفت، حالا باید به دوستام هم اینا. ولی من انقدر خوشبختم که هر لحظه که اراده کنم میام لایف و با یه عالمه آدم خوب هم زبون و هم گفتار میشم، هم صحبت میشم. چین جون چجوری بیشعوری رو توی یک جمله میشه تعریف کرد؟ سوال خوبی پرسیده. دقیقا عزیزم، مرسی. چی شده؟ امید همیشه هست، تغییر همیشه اتفاق میفته، نگران آینده نباش، فقط بهشون مهارت یاد بده و با خیال راحت. بله مادر پدرها، اگر دو تا کار لازم باشه شما حواستون بهش باشه، یکیش اینه که بچه هاتونو با هیچ کس عملکردشونو با هیچ عملکرد دیگه مقایسه نکنید، و کار دوم اینه که فقط به بچه هاتون بگید من دوستت دارم، من هستم برای تو، نگران نباش اگر نمیدونم نمرت خوب نشد، نگران نباش اگر اینقدر مثلا نگیم بچه فلانی رو ببین، یا اگر این کار رو نکنی نمیدونم مامان باهات قهر نکنین با بچه هاتون، تو رو خدا، تو رو امام هشتم قهر نکنین با بچه هاتون. عزیزم روزا قربونت برم، مرسی. بانو 5266 پرسیدین که کارت توی اون کشور چیه. من مربی سلامت روانم عزیزم، من مشاور و مربی یا معلم سلامت روان هستم، منتال هلث کوچم. DP صفر دو سی میگه من نیاز به کوچینگ دارم، لطف کن میکنی کمک کنی.
عزیزان دلم، مثل هر شغل دیگه ای، مثلا پزشک، روانشناس، اینا شما وقتی میخواید با از خدماتشون استفاده کنید باید تماس بگیرین دیگه. من شماره واتساپم رو توی بایو گذاشتم، یا رو وبسایت میتونید برید اطلاعات رو پیدا کنید، اونجا تماس میگیرید. حالا من یا خودم یا ادمینم بهتون وقت مشاوره اولیه میدیم که ببینیم اول داستان چیه، آیا از من کاری برمیاد، آیا شما توانایی کار با منو داریم، همه اینا. بعد دیگه با هم قرارداد میبندیم و شروع به کار میکنیم و من میتونم توی مسائلتون بهتون کمک کنم. در خدمت همه شما هم هستم، ایران خارج ایران مشکلی نداره، شما فقط باید تماس بگیرید ما مشاوره اولیه رو داشته باشیم. مدل موهاتون مثل آفریقایی است، درسته؟ شیرین عاشق دارم، دوستت دارم، کامنت منم بی زحمت بخون، خوشحال شدم. مرسی سیمین جون. برای مشاوره باید هزینه بدیم؟ برای اون مشاوره اولیه که من ببینم داستانتون چیه، نه. نیم ساعت جلسه آشنایی من، حالا هر کسی در واقع توی یعنی آدم های حرفه‌ای اینطوری هست، برای آشنایی، برای اینکه مثلا ویزیت اولیه، درسته؟ ولی مشکل شما آخه با یک جلسه که چیز نمیشه. و بله، شما اگه بخواید با من کار کنید من بهتون کمک کنم، شغل منه، رایگان نیستش. نظر چرا من تو رو انقدر دوست دارم؟ برای اینکه خودت خوبی. آدم نمیذارید برلین بر سر ما. ای وای نگید خانومم. ببین اگه پولدار بودم قدم روی چشم من میذاشتین شما، البته میومدم حتما زیاد، ولی چون پولدار نیستم هزینه سفرامو دیگه نمیخوام. حالا جای مثلا حالا برلین که برای من خیلی هم جذابه، برای خیلی جذابیت زیادی داره، ولی برای من اون اصلا جذابیت خاصی نداره که یک بار اومدم فعلا بسه، مگه اینکه کار پیش بیاد، سفرهای استانی بخوره به مسیر، از این حرفا. وای به خدا انقدر ظرفا زیاده تموم شد. ولی تو قبلا الان میگم با دوستم بودم، دوستم گفت بگو فالوئرات بیان ظرفا رو بشورن. گفتم کاش میشد همه با هم یه سینک، من کف میزنم یه سینک تو آب بکش. شین جون فضولی نباشه، قیمتات خیلی کمه. فریبا جون راستشو بخوای برای داخل ایران من قیمتا رو اینجوری گذاشتم و دلیلش هم اینه که آخه انقدر همه میگن بعضمون بده، پول نداریم، اینا آدم نمیدونه چی جوریه داستان. منتها و از اون طرف هم خب میشنوم آدم ها خرجایی که میکنن و اینا، آدم شاخ در میاره. درست میگیم قیمتا میدونم کمه، برای من که اصلا خیلی کمه، اصلا قابل عرض نیست، اما خواهش میکنم. شیرین جون من تنهایی رو دوست دارم، انگار بیشتر تو آرامشم. این یعنی چی؟ هیچ چی، یعنی شما این مدلی عزیزم چه اشکال داره؟ مادامی که شما خوش، آقا خانوم همتون، مادامی که شما راحتین و خوشحالین و به کسی ضربه ای که زندگیشو در خطر میندازه، روانشو در خطر میندازه، زندگیتونو دارین میکنین و خوشحالین، هیچ مهم نیست چه مدلیه. مادامی که شما بر خودتی، حالا ممکنه مامانت بابات خانوادت بیان بگن نه ما ناراحتیم تو تنهایی دوست داری، اونا ناراحتن، تو زندگی کردنت برای خودت هیچ چیزی نداره، تو مسئولیتی نداری در قبال اینکه به خاطر اینکه دیگران خوشحال کنی مثلا
تنهایی بیای بیرون با اونم هر موقع دلت خواست. میگه چرا با دست میشوری؟ ببین ما ببین داستانو ببین که الان احتمالاً انقدر دیگه همه ماشین ظرفشویی دارن اصلا عجیبه برای بعضیا چرا با دست میشورن. با پا بشورم؟ ما خونمون کوچیکه، جا نداریم که ماشین ظرفشویی بذاریم دیگه. ماشین ظرفشویی کوچولو هم همیشه گذاشت ولی دیگه بس دیگه، این خونه به اندازه کافی پر هست. خیلی خب، صلوات سومو بلندتر خط کن. الله ای زلی و سلی همه و زده و بلی الله همه. چی اینجون مدرک هم داری؟ بله زهرا جون مدرک هم دارم. من دوتا دیپلم در زمینه کوچینگ و رفتارشناسی دارم، رفتارشناسی ها، و یه مدرک ICF هم به عنوان کوچ هوش مثبت دارم. والا ما هم ظرفشویی داریم، بیشتر وقتا با دست میشوریم. خب خدا رو شکر زن خیالم راحت. خب وقتی میریم خرج الکی میکنیم نباید روانه برای روانمون 20 خرج کنیم. چرا؟ پدر مادرم فوت شدن تو خونه خودم تنهایی دوست دارم. اوکی عزیزم، اگر اوکی هستی و خوشی خدا رو شکر. چقدر چرا دارید؟ راست میگه چقدر چرا چرا خورشید میتابه؟ چرا میچرخ زمین؟ عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین. اگه عشق من تو نیستی. چمدونامو باز کردم، بله چمدونامو باز کردم، البته چمدون خالیم هنوز وسط حاله که حالا میخوام لباس تابستونه هامو بریزم تو چمدونم، چیز کنم بذارمش تو انباری. کی ولاگ آفریقا رو دارم متنشو می نویسم، قربونت برم دارم متنشو می نویسم که بعد بشم. می دونید چقدر کار داره؟ نمی دونید که اونم منی که حساس. به هر حال آبجیتون یه روزای برنامه ساز بوده دیگه، درسته؟ حالا من می خوام هیم دارم چیز می کنم، این حساسیت برنامه ساز بودنم و هی میزنم که میگم نه اشکال نداره. بازم دوست دارم بالاخره یه ذره که شده یه استانداری رو رعایت کنم که یه کیفیت قابل به عرض بدم. اگر نه اینجور توفی مالی هم میشه آدم ولاگو درست کنه، منتها من دوست داشتم یه ذره در حد توف بیشتر باشه. بچه ها دعوا دارین میکنین؟ کی باز چی گفته؟ بذار پیداش کنم. پیداش کردم. اذیت نکنین خودتونو بچه ها، من بلاک میکنم تموم میشه میره. تموم شد دیدی؟ سبا جون اصلا خونتو کثیف نکن خواهد. خب این از این. من از تو از من، همه فاصله داریم. من و تو، تو و من، عجب فاصله داریم. پسر طلای قنبل، بیا جیگل مامانی. پسر تو چقدر مامان طلا قنبل داری. تموم این حرفا بهانه است. آخ گفتی ولاگ توفی مالی، یاد یکی افتادم. ولاگ توفی مالی یاد کی افتادی؟ سبا ببرم مرسی بچه ها از تبریک های مدل موهاتون. خب تموم شد این حرف و ظرف. حالا بیاییم بریم بشینیم پشت کامپیوتر ببینیم حاجی فرنگی شب میاد یا نه. بذار ببینم آشپزی کن تو رو خدا. یه لحظه صبر کن، یه لحظه دندون به جیگر بگیرید. موهاتو چجوری میشوری؟ باز میکنم اینجوری. اینا رو دیگه چیز نده، اینجا رو اینجوری میکنم اینجوری. بعد من پوستم خشکه، پوستای خشک و موهای خشک نیاز ندارن هی فرتی برن همون، لذا هفته یک بار کافیه. های بیبز، لایو آشپزی داریم.
چقدر رنگ موهات به پوستت میاد. مرسی. آره خیلی حال دارم میکنم. بذارین چارلی داره مینویسه. سیف میکنی روی یوتیوب؟ یس. بله روی یوتیوب میتونید انجامش بدید. تو پیجش جواب داده پیام دارین جواب نده. خب most probably he will gonna be home. خب پس حالا که حاجی میاد خونه جدیدن کمتر میری تو لک؟ درسته تو لک لک نمیدونم جدیدن تا منظور شما از جدیدن چی باشه. با چالی دعواتون میشه چیکار میکنین؟ با هم حرف میزنیم. ما با هم دعوامون نمیشه، با هم حرف میزنیم. مثلا اگر یکی یه چیزی بگه، یه کاری بکنه که اون یکی ناراحت بشه، ما دعوا نمیکنیم. خب ناراحت بشه اون میگه، اونی که ناراحت شده میگه که خیلی کار جالبی نکردی یا حرف جالبی نزدی. خب مثلا به انگلیسی میگه مثلا that was rude or that was not nice. بعد اون یکی میگه چی نایس نبود، چی رود بود، چی خوب نبود. بعد اون یکی میگه مثلا تو جلوی فلانی این حرفو زدی، من ناراحت شدم. بعد اون یکی میگه که ببخشید من قصدی نداشتم، من فکر نمی کردم مثلا تو ناراحت بشی. بعد اون میگه خب آخه ناراحت میشم دیگه، مثلا مثلا جلو بقیه احساس شرم به هم دست داد، مثلا امبرسن، خجالت کشیدم فلان اینا. با اون یکی میگه که وای من خیلی معذرت میخوام که دیگه این کارو نمی کنم. بعد دیگه اون کارو نمی کنیم، چون شما معذرت خواهی که بکنی ولی اون کارو تکرار بکنی رسما داری تو پیت میگوزی. خوش به حالتون، چه مسالمت آمیز ما میزنیم تو سر کله. خب برای اینکه کنترل هیجانات و توانایی برقراری ارتباط یک مهارته، شما همینطوری باهاش به دنیا نمیایین. همونطوری که ببینید مثلا ما وقتی بزرگ وقتی به دنیا میایم راه رفتن رو یاد میگیریم، خب اما همه درست راه نمیرن. برای همین بعضیا میبینن مثلا وزنشون چون چیز نیست، مثلا کفششون کج میشه، اینا بخاطر اینکه درست راه نمیرن. یا ما میتونیم بدویم ولی روش درست دویدن برای اینکه بتونی طولانی بدوی و آسیب نزنی مثلا به بدنت، یه روش داره که باید یادش بگیریم. حالا ما صرف این که میتونیم فقط با هم حرف بزنیم به این معنی نیستش که ما میتونیم درست با هم ارتباط برقرار کنیم. ما باید یاد بگیریم روش برقراری ارتباط مسالمت آمیز و بدون خشونت یعنی چی. ما باید به بچه هامون یاد بدیم که احساساتشون رو چطوری به اون یکی انتقال بدن. ما نباید تو سر بچه همون بزنیم وقتی احساساتشون رو نشون میدن که بهشون یاد بدیم. مثلا چون معمولا مخصوصا مثلا حالا برای مردها چون یه استیگمایی وجود داره در جامعه که مثلا تو اگه گریه کنی یعنی مرد ضعیفی هستی که خیلی سمی هست این رفتار. خب چیز میشه، بخشی من یه اسمس دریافت کردم، باعث میشه که اونا سرکوب کنن و بعد وقتی که این احساسات که باید انرژیش از بدن خارج بشه، باید حرف زده راجبش حرف زده بشه، وقتی این کار نمی کنن در قالب خشونت رفتارش بروز میده، در قالب دعوا. برای زنها هم همینطوره، همه همینجورن، منتها من میگم به خاطر استیگمایی که وجود داره. بذار ببینم چیا گفتین، چقدر کامنت زیاد اومد الان. چقدر شبیه مکالمه با پارتنر مرد ایرانی. خوش به حال اینو که گفتی. عزیزم در مورد کنترل خشم و بعد از طلاق هم مشاوره میدین؟ در مورد کنترل خشم و بعد از طلاق هم مشاوره میدم، بله. عذرخواهی خیلی مهمه. خواهر من هر بار یه گندی میزنه میگه ای حواسم نبود، ببین آتیش میگیرم. وای من هرسم میگیره تو دعوا، لج میکنم، یه چیزایی میگم خودم خجالت میکشم بعدن. آره خب ببین این معناست که تو باید یاد بگیری مدیریت کنی و مهندسی کنی احساساتتو و بعد یاد بگیری چطوری بتونی اون نیازهای درونیتو بیان کنی. وقتی ما نمیتونیم نیازهامونو در قالب ارتباط گفتگو محور انتقال بدیم،
احساسات خودشون جای اونو میگیرن و در قالب یه هیجانات احساسی خودشونو بروز میدن که بعد ما هیجاناتمون که میخوابه میفهمیم او چه اشتباهی کردم. یکی از انگیزه های من واسه رفتن از ایران پارتنر غیر ایرانیه. واقعا سرکله زدن باشون سخته. مرد ایرانی این درک آگاهی رو نداره، همشون خودشیفته و خیانتکار. ببین اینقدرم کلیگویی درست نیست. چیزی که من میتونم خیلی رک و بدون پرده بگم اینه که جامعه ایران جامعه فراوانی ناآگاهان زیاده، فراوانی افرادی که آگاه نیستن و تربیت مسالمت آمیز ندارن زیاده و شرایط محیط و سیستم هم به این دامن میزنه. یعنی مثل جوجه کبابی که تو باد بزن، شرایط و دولت و قوانین و اینا باد بزن است که داره آتیش زیر این زغاله رو داره بیشتر میکنه. قدم اولم اینه که شما مسئولیت رفتارهای خودتون رو بپذیرید. یعنی این که ما هی میاییم مثلا میگیم آخه مثلا شوهر من اینطوریه، آخه اگه شوهر من اینجوری نبود من اینطوری نبود، آخه زن من اینطوری نبود، دختر من، پسر من. این شما میتونید مدل رفتار دیگران رو تغییر بدین نسبت به خودتون، اما باید اول خودتون رفتار خودتون رو برای مدت زمان برای به صورت پایدار و سستینبل نگه دارید تا دیگران خودشون رو around you adjust کنن. تو رو خدا جواب این دوستمونو بده، خیلی داره هرس میخوره. پرستو بذار اینم چی گفته. سفر بودی فلفل کجا بود؟ پرستو جون سفر بودن پلفل تو خونه بود، همسایمون میمد غذا میداد بهش. تلاش برای فهمیدن طرف مقابل مهمتره از پافشاری برای اثبات درست بودن حرفمون. بله، افرادی که از هوش مثبت یا هوش عاطفی بالایی برخوردار هستن میدونن که یک کانورسیشن بیشتر از این که تو بخوای ثابت کنی که درست میگی بهتر جلو میره اگر سعی کنی طرف مقابلتو درک کنی، بفهمی چی میگه. بارها و بارها بخشیدم و دوباره تکرار کرد. خب مریم جون، وقتی که کسی میبخشه و هی تکرار رفتار اشتباه رو میبینه، این معنی هست معمولا که یعنی شما مرزگذاریتون خیلی خوب انجام نشده. یعنی برای محافظت از خودت مرزگذاری رو مهناز نوشته چارلی میاد یا نه؟ مهناز هنوز جوابم. چارلی گفت به احتمال زیاد میام 20 دقیقه دیگه از قطعی شوهت میگم، به همون خبر میده. مرزگذاری رو که یاد بگیری اون وقت خودت رو از آسیب دیدن دوباره دوباره موسون نگه میداری. ببین یک ضرب المثلی هست میگه که دفعه اول اگه اشتباه کردی اوکی، ممکنه چیز نباشه، اتفاق و شانس بد باشه، اما اگه دفعه دوم دوباره تو اشتباه کردی و آسیب دیدی انتخاب تو بوده. یعنی تو انتخاب کردی که مثلا مرز نذاری، انتخاب کردی که همون الگوی رفتاری قبلی رو بدی. خب طرف مقابلم میدونه که پیامدی نداره رفتار من، صرفا حالا یه بازه زمانی کوتاه من باید یه معذرت خواهی کنم، بعد باز همه چی برمیگرده سر داستان اولش. نه این ضرب المثل بیادبم داره، من بیادبشو بلد نیستم. فرق بین امپاتی و هوش مثبت چیه؟ خیلی فرق داره. امپاتی همدلیه، سیمپاتی همدردیه. هوش مثبت یه چیز کلی دیگه است، مثل اینه هوش دیگه. یعنی تو هوش داشته باشی که ذهنت رو بتونی مدیریت کنی. امپاتی یا همدلی یعنی شما ممکنه چیزی که از یک نفر دیگه میشنوی رو نتونی با پوست و گوشت و استخونت درک کنی، شاید هم برات اصلا مثلا ملموس نباشه، اما این مثلا اعتبار میدی به این که اون فرد وقتی میگه درد دارم درد دارم، وقتی میگه غمگینم غمگینم، پس باهاش همدلی میکنی، بهش دل میدی، بهش یه فضا میدی برای اینکه بتونه
احساساتش رو بیان کنه. نمیگی نه. یعنی چی؟ مثلا یه مثال خوبش رو که میتونم بزنم اینه، ما توی یکی از ریتریت هایی که من رفته بودم چی شد؟ یکی از عزیزان گفتش که من مثلا نمیتونم نشسته مدیتیشن کنم مثلا. خب با یکی دیگه از عزیزان گفت وا مگه میشه نشسته دیگه میشینی مدیتیشن میکنی دیگه، و گفت خب برای من سخته، من نمیتونم. حالا این مثالش رو من دقیق نمیگم چون یادم نیستش، بعدش هم خب بهتره که اصلا جزئیات صحبت نگم. منتها اینجا اون آدم همدلی نکرد با این یکی آدم. خب اینه که تو اگر میتونی نشسته مدیتیشن بکنی و یکی میگه من نمیتونم، نمیتونه. نمیتونی بگی تو دروغ داری میگی یا چه حرفیه میزنی. اما همدردی یعنی درد مشترک داری، اسمش معلومه دیگه، همدردید. من هم این درد رو کشیدم، چشیدم، میدونم. پس مثلا اگر من دستم شکسته، تو هم دستت شکسته، من میگم آره مثلا خیلی درد داره، میگی من با هم همدردی میکنیم، میگی منم دستم شکسته بود خیلی اذیت شدم، درسته. ای بابا اینم که. یا مثلا اگه یهو مثل اون مردی که پول منو خورده، شما هم پولتون رو بخورن، میدونی چه دردی داره. ولی ممکنه من تا حالا مثلا سرم کلا نرفته باشه ولی سر تو کلا رفته باشه. همدلی من اینجا اینجوری خودشون نشون میده. نمیام بگم پس تو آخه تو خیلی احمقی، آخه مگه میشه آدم انقدر زود. مثلا کسانی که قربانی تجاوز بودن، کسایی که نبودن و مخصوصا جامعه مثل جامعه ما، خیلی باهاشون همدل نیست. میگه مگه میشه انقدر تو بتونی مثلا گول بخوری که یارو مثلا بخواد اینجوری باهات رفتار کنه. یعنی ما جامعه همدلی نداریم. خب چی جواب بده تو رو خدا؟ ندیدم سوالتو مهتاب خانم. شیرین جون 17 سال اختلاف سنی برای ازدواج زیاده؟ نمیدونم، من اینطوری نمیتونم به شما جواب بدم. من آدمی نیستم بتونم اینطوری جواب بدم. من کانتکست نیاز دارم، یعنی باید اون آدم ها رو ببینم، راجبشون بفهمم. شاید به هم بخورن، شاید نخورن، نمیدونم. آه مهتاب عزیزم، من یه لینک دارم توی بایوم برای کسایی که نیاز به کمک های اورژانسی در این زمینه دارن، یه نگاه بکن و اگر میتونی همین الان با یه روانشناس یا رواندرمانگر تماس بگیر، بگو که این احساسو داری، بهت سری وقت اورژانس میدن. من چون تخصص ندارم تو این زمینه، خب اما سعی کن تا احساساتتو تاب بیاری، سعی کن بدونی که الان وقتی احساساتت هیجانش زیاد شده باید بر بخواب الان. خب یه ذره وقت بده، یه روز اینا یک مسیجی، یک زنگ، یه چیز بزن، یه وقت اورژانس بگیر از یک روانشناس. میدونم عزیزم که آدم، میدونم میگی از همه چیز خستم، میفهممت. خب اما مطمئن باش که هستن آدمایی که بهت کمک کنن و براشون مهمه که بهت کمک کنن. بذار ببینم من لینک رو اگه الان بتونم پیدا کنم. آها نه اون لینک رو ندارم، ولی لایوی که با خانم دکتر گذاشتم و برات میفرستم، با خانم دکتر یارایی،
ایوا افرا مهمونات رفتن الان تازه اومدی. ما میخواییم بریم لایو رو ببندیم. این همه زحمت کشتم تو زندگیم هیچ کس قدر ندونست. خودت قدر بدون. قدر خودتو بدون. بچه ما زحمت تو زندگی میکشیم برای اینکه زندگیمون رو بسازیم. ما زحمت نمیکشیم برای اینکه آدم رو بیان قدرمون رو بدونن. و اول از همه تو باید قدر خودتو بدونی. تو باید به خودت عشق بدی. تو باید قدردان خودت باشی تا دیگران هم یاد بگیرن ازت. میخوای با من وقت اگر چیزه، اگر دوست داری با من یه وقت مشاوره بگیر، با هم راجبش صحبت بکن. وایسا ببینم. خب خبر آمد که پسر قشنگمون میخواد بیاد خونه. یی خیلی مرسی علی رضا جون، خداحافظ عزیزم. خب بچه ها بیا این شماره واتساپ روی این پیام بدین به ادمین من، وقت بگیر برای مشاوره اولیه. چند بود شمارم؟ این در چه موردی وقت مشاوره بگیره؟ آخ این شماره اشتباه اومد. هیچی، بگه من وقت مشاوره میخوام با شیرین. یکم از احساساتتون توضیح بدین، مثلا بگین حالم خوب نیست، احساس مثلا بی اهمیتی. یه پست گذاشتم بچه ها رو پیجم که احساسات رو براتون توضیح داده، رنگ و رنگه، یه چرخ رنگ و رنگه. برید اونو بخونید، یاد بگیرید که بعد بتونین احساساتتون رو بیان کنین. من احساس افسردگی، احساس نفرت، احساس انزجار، احساس بی‌ارزشی، از این حرفا. خب الان شماره رو میفرستم. 2044 خب 7399 16 92 91 واتساپ بیا. این شماره که با ادمین من تماس بگیرین، بگین وقت مشاوره با شیرین میخوام، راهنماییتون میکنه. آره توی بایو هم هستش. مرسی. اوکی خوشگله. چی درست کنیم؟ دریای ناقلا. هیچی، من باید یه ذره فکر کنم ببینم چی درست کنم. بعد I have to چی میگه؟ put my head together. مگه اینکه از مغازه چیزی نه، بخوام ببینم با همینایی که داریم یه چیزی درست کنم. یه پاستا با گوجه و آره میرم الان زینت. دو ساعت دیگه میرسه، الان زوده برای آشپزی. یه ساعت چیز کنم. آره پاستا درست میکنم. مرغه رو با فلفل دلمه و پیاز و سیر میپزم، بعد یه کنسرو گوجه میریزم با روب، سوسش میشه. پاستا هم چیز رو کنیم، قاطی میکنیم، میخوریم. گفتم مرغه رو ریش ریش کن با زعفران. دفعه دیگه اونو باید لایف با هم بریم. به به، میخواد ماکارونی درست کنه. گوش چق کردم دارم، ولی اون مرغا رو چون فریز نکردم باید بپزم، نمیتونم. سه تا سینم از زیاده. مرغ بپز ریش ریش کن قاطی ماکارونی. این هم میشه. I love you بچه ها.
ببین همین طور ما داریم گزیده میشیم. برای کنیا دارم براتون یه ویدیو طولانی درست میکنم بزنم رو یوتیوب، بهش میگن ولاگ. خوشگله که میگی پیش بعد از کنیا فیلم بذار. دارم درستش میکنم الان، اسکریپتشو تازه به انگلیسی نوشتم، حالا باید به فارسی ترجمهش بکنم بعد ضبط کنم بعد بیام ادیت کنم اینا رو بذارم رو هم بعد اینطوری خوشگلش کنم بعد بذارم وسطتون. همشو نریز. آره اینم میشه فریبا جون. مرغ رو چرخ کن. بابا من گوش چرخ کرده نه، چرخ گوش ندارم. ولی آره کوکوی مرغ خوشمزه میشه واقعا. زینت میگه اول تو برو. اوک بوس بهتون، خدافظ. شماره واتساپ رو پین کردم این پایین، حالا توی بایو هم هست سپیده جون، تو بایو من هستش، بری پیدا میکنی زیر پستایی که راجع به مثلا پستای کاری من گذاشتم شماره واتساپ رو هم گذاشتم. اوکی مرسی، باش بازم میام، خدافظ.